اینجا دیوارها بوی خون میدن. خاطرات 30 سال شکنجه و اعدام مجاهدین و مبارزین این سرزمین رو میشه روی آجر به آجر سلولهای زندان دید. درک این که شکنجهگر چطور این همه قساوت رو در خودش جمع کرده برای آدم مشکله، اما واقعیت اینه که در قرن 21 در دوران تمدن و فرهنگ و حقوق بشر، در دورانی که بشر به این درک رسیده که بیان نظر و اندیشه، حتی نادرست ترین اندیشه، هرگز نباید با پاسخ فیزیکی، با سرکوب مواجه بشه، اندیشه رو حتی اگه نادرست باشه باید با اندیشه درست به اون پاسخ داد و مهار کرد، و اگه نتونستی مهارش کنی میتونه نشون دهنده این باشه که از ابتدا تو در موضع خطا قرار داشتی. بله، در چنین دورانی حاکمیت سفاک ولایت هنوز میخواد با دشنه و داس، با تیغ و تبر، با داغ و درفش اندیشه ها رو جراحی کنه و اونها رو از بین ببره و دیگران رو وادار کنه که مثل خودش فکر کنن. بله، در مرام این جنایتکارها اصلاً سرکوب خیلی مشروع و تئوریزه شده است و هیچ کس از اذعان به اون ابایی نداره، اما عجیب اینه که توی این سرزمین هرچه داغ و درفش بیشتر میشه، هرچه بیشتر میکشن و بیشتر غرق به خون میکنن، ایستادگی هم بیشتر میشه و هر روز فرزندانش بیشتر از قبل در میدونها و صحنه‌های رزم حاضر میشن. بله، در چنین سرزمینی باید با تمام وجود ایمان آورد، باید ایمان آورد که صبح پیروزی نزدیکه. خون من می‌ریزد اما مرده اوست، جسم من زخمی ولی افسرده اوست. گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که می کشید با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟ در زندان ها نور آزادیم بود، در تبعید قاطق نانم، در هر شبی که پایان میافت و در هر روزی که آغاز میشد، رویای بزرگ نجات میهنم. وقتی به تو میگویند من در زندان نیستم، باور مکن، باید یک روز این را اعتراف کنند. وقتی به تو میگویند که من آزاد شده ام، باور مکن، یک روز باید اعتراف کنند که دروغ گفتند. وقتی به تو میگویند که من به خودم خیانت کرده ام، باور مکن، یک روز باید اعتراف کنند، باید اعتراف کنند که من وفادار بودم. وقتی به تو میگویند من در فلان جا و فلان جا بودم، باور مکن. وقتی به تو نشان میدهند شناسنامه فعلی مرا، باور مکن. وقتی که به تو نشان میدهند تصویر جنازه مرا، باور مکن. وقتی به تو میگویند که ماه ماه است، که این صدای من است بر نوار، که این امضای من است بر کاغذ، اگر به تو بگویند که این درخت درخت نیست، باور مکن.
باور مکن هیچ چیز را، از هر آنچه به تو میگویند، از هر آنچه به تو قول میدهند، از هر آنچه به تو نشان میدهند. و سرانجام روزی میرسد که از تو میخواهند بیایی و جنازه مرا شناسایی کنی، و تو در پیش روی خیش مرا میبینی و صدایی که به تو میگوید او از شکنجه جان به در برده است، او مرده است. وقتی که به تو میگویند که من به تمامی مطلقاً برای همیشه مرده ام، باور مکن. زنان به پا خواسته در سیمای آزادی، خروش خشم جوانان هرچه کوبنده تر در سیمای آزادی.